با لذت بوده است. بله، کاکائویش قریب 60% زیادتر آمده است. دیونای بسیار هم بوی خوش گرفته است. شیری خانگی بوده است تا به اندازه ای که پیشارم همیسر مراد مراد همیسر مراد چی شد مراد؟ مراد چی شد خوبی؟ همیسر با او چی شده باشد؟ مراد با او آب دیگه چه مراد چکو کردی؟ آب مراد مراد التباس نبور این کلچه خان زهرالود بوده است. چی؟ زهرالود بوده است؟ ای برای مردان حالا جوان هسته. ملیس تو نخودی همی خیلی؟ مراد سرم یکان چی گوی آخی؟ مراد التباس نبور مراد مراد التباس نبور یاری دیگه دخترم مراد یاری دیگه مراد مراد این یک من یک است خوری اینو ببین بس فیره میکنم بدبخت کاش که میموردی خلاص میشیدی من میدونستم که اعتباری بلند دارم زینب کاش که میموردی مرا میبخشی جنابی عزمی چرا جنگ میکنید آخیر وظیفه هم رو اجرا کردم باید شما رو محافظت کنم پروانه که من خانم زینب رو محافظت بکنم زودتر صبحانه ات رو بخور و رفتی پس گیر این کلچقند رو بخور البته میخورم بیا ما بخورم بمرم زینب نه از هر دو این در هو باید خلاص شوم زندگیم رو مثل زهر میکنند اینها من به کافه میروم باید دکان رو بر وقت ترکشویم جوزب دانم رو در حجت خونه فراموش کردم رفت اون رو میگیرم من میورم ای برا گوشه بدرو حیوان خیلی که بکا بینیمه چه خیل میووی کفتن گیر در کجا باشد اون؟ در کجا باشد؟ در آی سخت های کی محکم کرد؟ مادامی که پلیس هستید خودتون خود رو خلاص کنید جنابان دختر تو دیوانه هستی کنید در رو کشو تو بازید من میروم یه زینب در رو کشو من ببرو خیلی مرادمی جمعه ایستم بکشو زینب جان زینب جان بکشو که من کاری ضرور دارم خانم زینب دیوانگی نکنه در رو کشوی زینب در خاشفات ببرم در رو بکشو اینجا محکم شدیم زینب رفت با قامت راست نفس کشید برارید باز نفس گیرید به طرف پیش خود رو پرتوید پایویت رو بردار 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 نفس گیر خودید زنه جان حالی نفس کشی ندارم از برای خدا زودتر این احباره رو ببین با خدا بزار شدم لازم نیست ورزشت یک بابای قادر رئیس در چه احوال است به این هم هیچی چرا ورزش نمی کند اگر او نکند من هم دیگر مرش نمی کنم سنم پدرت راست میگوید با این مؤذن بگو او هم آید این خانه قانونی خود رو دارد همه اطاعت میکنند خانم سلامتی من خوب است من در اینجا میستم ای تو هم اومده با ما تمرین میکنی مایلش خانم زود باش نفس بگیر لباست رو عوض کن اول نفس بگیر بعد میبروری پسرم نفس بگیر برار نفس بکش برار نفس بگیر برار حاضر نفسی چقور گرفته دست هایم رو به بالو برداشته انا این خل میکشویم نفس کشیده پای راست رو به بالو میبرداریم میبراریم هر دوی پای رو به بالو میبرداریم نفس بکشید
بیکاشید بیکاش موزینات رو از دست ندید، نفس رو برارید، نفس برارید. خیریت، از ورود خلاص شدم. تاکسی، سلام. سلام خانم، شما رو با کجا برم؟ اوپ، زینب سازی خوبی. از تو راه خلاصی نیست مگر؟ خانم زینب، من از رنگ روی تو بیزار هستم، ولی مرا وظیفه دار کردند. خانم، این بچه شما رو ناراحت میکند. بله بله. میخواید با پلیس زنگ زنم؟ بله. لازم نیست زنگ زدن، پلیس هم اینجاست. بیرون. با کجا رفته باشن؟ ای بچه چی رقص کردیسی مو؟ توی پدر تا؟ ای کانوما نفهمیدی چی گپه؟ دینه هجری بیچاره دوزیدیم، امروز باشه آمدی دست حیره میده اونا راز دیل میکنی. ای تو چی کار داری؟ حیوان رقص کنید، برقصید میگویم، رقصیدن گیرید. آب بیده موزید هجری، اگر تو رو با اون دختر گذارم دیگر مرا سایره می دیوانه نگویند. این چی صدایی است؟ همه چه بگی؟ ای زمین بگی. اینجا چی گفت است؟ سایرم این چی هست باز؟ سایرم من تو را گفزن کانونی دیوانه او گفزن 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 اخیر آی گپ زن آخیر. من تو رو دوش میدارم شایره می دیوانا، دوش میدارم، دوش ست میدارم آخیر، دوش. چی؟ دیوانا بار دوش ست میدارم، همیشه دوش میدارم تو رو، تا آخری حیات دوش میدارم. چی گفتی چی گفتی؟ ای سلطانی قلب دیوانه من، با نگاهی آتشینت نگاه کرده دلم را پاره پاره کردی، جانم را گرفتی، تو را به هجری نمیدیم. تو ما رو مسخره داری؟ انا با تو دوست داری. اکی کنان مردون را مثلی چه تو بفتیده مردین آدم گرهده گرهده. خدی پا بگی اگر با این دختر گویم که تو را دوست می‌دارم انیک مرا میپراند چی کار کنم آخر؟ من حاضر مردن نمیخواهم، با سیرم دیوانه یک حیات خوشبختانه میخواهم آخر، چی کار کنم؟ یا اینکه تو مرا مسخره داری چی؟ گلها رو با جای اونی که با نوزدیم بیاری با من آوردی؟ نه خود، من تو رو مسخره کنم. نه، نامزدیم ویرون شد کانون دیوانه، هجری را دوز دیدند. این نیه؟ نمیدونستی؟ نه. یا اینکه شما دوز دیدید هجری را؟ یعنی چی ها گفت؟ ایستاده تو از کجا ها گرخته؟ ای کلی ایستاد اینجا بیاید. با
باز هم درد دلم را با سیرم دیوانه نگفتم. این احوال من چی می شود؟ مگر با این دختر نمی رسیده باشم؟ تو را دوست می دارم سیرم. هری پاوروتای کمالیسیو مرا پیرو کن که سیرم دیوانه به پرورد میکشم مرا. چی گپ است؟ بخیر است انشالله. سیرم دیوانه چرا میپرونده است؟ ما شاید که مکک هجری رو بوده باشیم. راست میگم، او خب بسیار ندزده میشه. یا خدایا، با شما چی شده است؟ تو جایی که من میدونم عروس رو میدوزدن، چرا شما داماد رو بوده؟ وای نکن آخر برادرم، مسئله دراز است. یعنی التماس ما رو پنهان کن که نپرونه. هجری چرا اینو خواسته است؟ وقتی نقل کردن نیست. بدرون دارید، من حل میکنم. بدرون دارید. چرا پنهان شده؟ کمالیسیا، آدم های کانونی دیوانه رو ندیدی؟ بخیر است انشالله. آنها رو چکار میکنی؟ آنها رو پراندن میخواهم. آخیر با اون طرف دو نفر گریخت و با فکرم آنها بودند. اگر دیدی از اومی من هم دو تیری دیگر بپرون. پروا نکن، میپرونم. خیر. کنی برایت خرگوش های ترسان چک بیاید و رفت. چه خرگوش ها بچه هیچ خیلی گرد زنه، ما خود محل میکنه مترسنج ده. یک بار دیگر به هجری کاری خطا کند اگر میکنه. این سیرم دیوانه نیست؟ یه بسم الله، چی کار کرده ایستاده یاخر؟ این چه خیلی شوخی هست، نمیبینی این آدم چه خیلی ترسیده هست؟ بیا برادر بیا. یافتی وقتی شوخی کرد کمال یک جا بشیمش دیگر حیوانی رب می دستان لرزیده است. سمیم مرا حجات خونه بر ترکدم. باید پامپرس می پوشیدی. روید گم شوید خرگوش های ترسان چک. اه توبه. مرحمت، می توانید دروید؟ تشکر. تو در آمده نمی توانی؟ چه خیلی در آمده نمی توانم؟ انا همین خیلی نمی توانی؟ همراه معشوقه هم هستم. بعد چی؟ اینجا مگر کلوبی شبانه است؟ گپ رو دراز نکن. این دیوانه است چیه؟ درو خواهر. تشکر. اینجا چی گپ است؟ با خدا کاری تو از حد گذشت جانم. همینش رو گویم، وای تو رو محافظت نمی کند، مقصدش به تو نزدیک شدن است. نه آخیر، او حیاتی و رو مثل زندان می کند. من رفته یک هوا گرفتم و این سرم رو رو دیهم. شد جانم. سلام علیکم. سلام. خیر تو بزدید. تو بزدید. زینب با کجا می روی؟ زینب شناسنامه ام را دهید. بخشی شما می توانید دروید. گوش کن پسرم، حاضر این گلها را گرفته با باغچه پایان رفته همش رو یک یک می شنونی. من کمتر پس می آیم. کارهای آنجا رو تمام کردی، اومده این پرتاو رو گرفته و بیرون برده می پرتایی. تمام مادر جان، در بینشون کمتر پودینه شینانه مادر. گوش کن بچه، تو چرا مرا مادر میگویی؟ اگر با سنم خاندار شوی مثل مادرم می شود آخیر. این خلکور نمی شود پسرم، هیچ حواس نکن، تو با سنم هرگز خاندار نمی شود. انشالله من با سنم خاندار می شوم. با خدا دیوانه می کند مرا این بچه. مادر؟ چیکار کرده استودایی؟ مهمونی که به خونمون اومده است کور میفرمونی؟ ماده چم چرا خودت رو خسته میکنی آخر؟ یک سو گذار اینا رو؟ نگذار نگذار پسرم نگذار. دخترم چه است آخر؟ یعنی او با خواهش خودش به این خانه مهمون شد، تو چرا انتظار بودی؟ با خواهش خودش مهمون شد است بس چی است مادر؟ گپای نوا. ماده چم لطفا تو بگذار اینها رو، بیا رویم هوای خوب است، کمی سیر و گشت میکنیم، هوای تازه میگیریم. هم از این آدم ها جانت رو خلاص میکنم، بگذار این رو. سنم من کاری بسیار دارم، باید آنها رو حل کنم، وگرنه مادر جانم جنگ میکنه. بین حالا هم مادر جان میگوید دیوانه میشوم. به خدا سرم رو گران کردید، به خدا این رو به من بده آخیر. پدر جان تو امروز به حد کم کار کرده ای، کنی اینها رو بگیر. خر به تو بروری کار.
بیا می رویم. ای باش سنم. رفتی مجری؟ آخیر سنم شرمندگی هست. خودیر این بچه بسیار با صبر بود است. یعنی برای اون که از خونه رود چقدر کوری دشواری که بود فرمودم، همش رو کرد، هیچ چیز نگفت، با خدا حفظ رو توزه کرد. آب نپرد پسرم، آب نپرد. بخشش مادر جان. ببین ببین انا اینجای فلوسی هست، بگیر بگیر. میگیرم مادر جان. در پیشش هم هست، انا اونجا هست پسرم، بگیر بگیر. آه ببین 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 فریده اینجا هم آمد، این ها رو هم گیر. انا گرفتم مادر جان. نمیفتی انشالله. مادر جان یک طرف استید؟ ای اینجا رو نه آخیر، انا اون ها رو بگیر. این ها رو؟ بیودو بچه بوده، این ها رو میگویم، این ها رو. تمام مادر جان. خوب توزه کن، در قفو نموند، یکون دونه برد نموند، حتی یک دونه هم نموند، همش رو گیر. چخیل شده است مادر جان؟ یلکاس میزند. مادر جانم این را با من آموخته بود که در غریبی که تنها ماندم خودم خوراک پخته خورم، گرسنه نمانم. آخر مادرم در قشلاق یک دوگانه داشت، همسایه‌ام بود خاله گلخمار. او این خوراک را با روغن زیتون عجایب میپخت، با درونش هر گونه سبزیجات میانداخت، با لذت میشد، انگشتت را میگزیدی. بسیار یاد کردم. همه کارو کرد. باز او مرو مادر جان میگوید آخر. ای هیچ نمیخواهم، هیچ نمیخواهم. قادر گوش کن، از تو خواهش میکنم، چی کاری که میکنی این بچه رو در حال از خونه پیش کن. زنه جان کمی آروم باش، بعد انگم میزنی، من اینها رو رفته شنونم بعد میویم. تو با گجا میروی آخر؟ قادر سرم، من به مسجد میروم، تو کان رو نگاه کن. شد پدر جان. السلام علیکم، ما در این محله خونه خوب کرایه کردن میخواهیم. بله بله، یا خونه بسیار زیبای موفق شما داره. خیلی خرسند میشویم. منتظر شوید، من کلید ها رو گرفته در حال میویم. بفرمایید خانم ها. آبی بگر مایلش با خونه نزدیک شده. این آدم با این دختر ها چی کار میکنن؟ مرحمت. اوف با من چی اخیر؟ یکان خواهش دیگر دارید؟ باز با من شیرینی بیاره. بخشش زیاد. دخترها این فرمایش رو میگیرید؟ مایلش به نزد شما میآیند، بخشش میپرسم. ولی رو با من شما چی فرمایش میدید؟ چی فرمایش میدید؟ تو آن مایلش کوچکان باز شورای افلاسون بیارید. خدا رو شکری زیاد که از این کمیسر خلاص شدم، اگر بینی مثل بلو و سرم است. ای چه خیلی جوانی زیبا، کاش مرا اینا رو دهد. گرسپا موی سرتون رو آرو دادن میخواهید؟ نه نه تشکر زیاد، من این خانم رو انتظارم. بله این مراتبه خلاص شدم. همش رو میخوام بگیرم، همش رو. خانم زیبا، این پای افضل برای شما خیلی زیبنده است، برای شما ارزانتر میدهیم. تشکر میکنم.
از این یک اندازه کلون نیست می؟ باز تو هستی؟ اه با پایتان تنگی کرد؟ بچه ها از این پای افضل یک اندازه کلانترش رو بیارید؟ این خانم که تستپل بوده است. بلای سرم شدین ابله، نمیگذارد که کمی خرید کنم. اقلا یک عطر گیرم من. این بوی برای من میشده باشد؟ بسیار بوی تیز. راست گفتی، این عطر بسیار بوی تیز داشته است. فکر میکنم برای شما موافق است خانم. هر زن به خواست خود و مجاز خود عطر انتخاب میکند. زنهای تیز عطر تیز انتخاب میکنند و این بوی تیز با تو موافق است. باز تو هستی؟ در اصل زنهای موی زرد عطر شیرین را استفاده میبرند، اما زنهای ساختکاری هستند که موی سرشان طبیعی زرد نیست. هر قدر بوی شیرین را استفاده برند هم همانا باطن آنها تیز میماند. ای زردی مخابیستو، مرحمت خانم ها. آدمی پست، اینقدر وقت از پسم دویدی گویو دوستا می داشتی. حوزی روزت رو نشون می دیم. الو جنوبی پولیس، می خواهم یک چیز رو خبر دیم. در یک خانه موادی مخدر می فروشن. بله، سراغ رو می دیم. چسبیده است این آدم به من، چسبیده است. چی ها میگویی؟ من به تو نچسبیدم، تو به من چسبیده ای خانم. مرا نخندون، مثل سایه هم در پشتم هستی. راحت باش، حسیاتی داشتت رو نسبتی من میتوانی اعتراف کنی. چه خیل حسیات، سفسطه نگو. عاشق هستی با من، قبول کن. به خدا عاشق نیستم، دیگر کاری ندارم که به تو عاشق میشوم. تو اژدها را پراندی، اکنون نوبت من آمده است. در بری اژدها را کشت، تو رو هم همچون بونوس میپراندم. این چه هست؟ برادر سگت رو بیدار. سرای ساده ایمو بزد کن مرا. زینب گریختیم. با فکرم خلاص شد. چرا دستم رو میداری؟ گویا که در حقی داشتنی دست تو مردم. ها کافیست، مرا راحت گذار. یکم شب خدایا قوتم دی. ملیس، تو خبر دادی؟ بله. شدی چرا بگوی قفا براوه؟ اینجا باشد آشانه دویوم است. این کوچه بسیار کوچه آروم و تازه است. اگر پیسن کرده باشد باوری دارم که روزی می شود. با ما معقول شد. خب بهترین، این خیال باشد رفته شرط نامه رو امضا میکنیم. پلیس! کمال، فروش مواد مخدر به تو میزبد مگر؟ مواد مخدر؟ ای ابله، باز ما تو را خونه فروش فکر کردیم. کی میدوند که با ما چیکار میکرد؟ اکا بخیر است انشالله. چه خیل موادی مخدر؟ پدرم دکان رو با من سپارید، من باشم با این خانم ها خونه نشون میدیم. تمام فهمیدم، با ما خبر داده که در اینجا موادی مخدر میفروشن. خبر؟ کی خبر داده است؟ من خبر داده. اسموس دخترها رو به خونه در آورده معیشت میکنی ها؟ حالا در نزد همه شرمندت میکنم. چی گپ است اینجا؟ بی تربیه تو چه خیال گپ زده ایستاده ای؟ بی تربیه میگوید، تو بی تربیه هستی شیطان. من از بالا این شکایت میکنم جنابی پلیس. تمام رفیق خان، آروم شد لطفا.
ببینید برادر من کمال است. این ملیس، ملیس شما رو این خیلی یک جوی دیده خطو فکر کرده است. بخشش زیاد. بخشش زیاد خانم، چشمانی او از رشک زیاد کور شده است. فکر نکرده است که شما دو نفر خونه بینی اومده اید. بخشش. تمام دخترها، اگر شما خونه رو مخور کرده باشید من شما رو تو اگست و میبرم و شرطنامه رو امضا میکنید، بعد اومده زندگی میکنید. مرحمت. نمیدونستم که مرا اینقدر رشک میکنی ملیس. از تو نفرت دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم جماعت، در دین اسلام آیله و آیله داری جایگاه خاصه داشته بسیار مفهومی کلان دارد. آیله با توی و نکاح برپا می گردد. در قرآن کریم خدا می فرماید که زنها را به نکاح خیش در آورید و با واسطه زنانتان خداوند فرزند نصیبتان می کند و رزق آنها را خدا فراهم می سازد. اما فرزند آدم بعدن ناشکری را به جا آورده نعمتهای خدا را انکار می کند. رسول اکرم در یک حدیث چنین می فرماید: نکاح این سنت من است، خاندار شوید، زیرا که من با زیادی امت خود نسبت دیگر امتها می فخرم. برادران جماعت مسلمین، امروز درباره آیلداری و عشقی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم الانبیا و حضرت خدیجه مادرمان برای شما کمی معلومات می دهم. باشد که خانداری آن دو انسان مبارک برای ما و شما نمونه عبرت شود انشاءالله. آمین. جناب پیغمبرمان حالا به دنیا نامده بود که پدرش را در 6 سالگی، مادرش را و در سن 8 سالگی بابایش را از دست داد. وقتی که پیغمبرمان در خردی یتیم شد، او را عمکش ابو طالب و همسر عمکش حضرت فاطمه نگاهوبین کردند. هر دویشان به حضرت پیغمبر تا درد یتیمی را احساس نکند پدر و مادری کردند. نسبت پیغمبرمان آنها رحم دلی، مهربانی به اندازه، محبت و فداکاری میکردند. آنگونه که از فرزندان خودشان دیده پیغمبر را بالا دانسته نسبتش مهری به اندازه داشتند. جناب پیغمبرمان از ایام کودکی و جوانیش از کارهای حرام دوری میجوست. از بودهای مکه و کارهای افلاس آن زمان دور ایستاده و حیات تازه ای را به سر میبرد. اخلاق نمونوی داشت. همه به رازکاری او باور داشت و در مکه به سوی او اشاره کرده امین می گفتند. او را هر کس محمد الامین صدا می زدند. امکی پیغمبرمان ابو طالب تاجر بود. حضرت پیغمبر باشد برای یاری دادن او همراه کاروانی تجارتی به شام رفته می آمدند. در آن زمان ها از مکه به شام کاروان های بزرگ تجارتی می بر آمدند. حضرت خدیجه مادرمان نفری باوریناکی را جستجو داشت که این کاروان را به شام برده آورد. آن زمان امکی پیغمبر ابو طالب مشکلی مادی داشت و خواست که این کار را پیغمبر بردوش گیرد. شناسایی پیغمبرمان و حضرت خدیجه مادرمان همین خیل آغاز یافت. حضرت خدیجه راهبری کاروانش را با باوری تام به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گذاشت. جناب پیغمبر قافله امانتی که بردوشش گذاشته بودند همراه یاردمچی مادرمان حضرت خدیجه با امنیت به شام برده و به مکه برمی گشتند. این حادثه سبب شد که مادرمان خدیجه حضرت پیغمبرمان را از نزدیک شناسد. یاردمچی حضرت خدیجه که نامش میسره بود همراه پیامبر به تجارت می رفت و هنگامی برگشتن درباره اخلاق نمونوی و کار و رفتار پیغمبر به مادرمان حضرت خدیجه نقل می کرد. حضرت خدیجه کبرا که به بانوی دو عالم معروف است 68 سال قبل از هجرت به دنیا آمده است. خانواده حضرت خدیجه از خانواده های بزرگ و با شرافت مردم عرب بودند. پدر او حویلید ابن اسد قریشی و مادرش فاطمه دختری زاید ابن اسم بود.
حضرت خدیجه در فضیلت اخلاقی بسیار معروف بود که با این سبب دیگر زنان عرب با او حسد می‌ورزیدند. همین فضیلت های حضرت خدیجه سبب شد که برای همسری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انتخاب شود. آن حضرت بانوی بود خیردمند، دوراندیش و شرافتمند و از نظر نسب از برترین زنان قریش بود. او در اثر امتیازات اخلاقی و اجتماعی فراوانی که داشت در زمان جاهلیت طاهره و سیدت القریش نامیده می شود. حضرت خدیجه مادر مؤمنان از جمله زنان کامل، عاقل، پایبند به دیانت و با عفت و کریم و از اهل بهشت بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همیشه او را مدح و ثنا میکرد و از دیگر مادران مؤمنین برتر میدانست. حضرت خدیجه درود خدا بر او باد چنان مقام بالایی داشت که حتی خداوند به آن حضرت سلام رسانده است. روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام وقتی که از معراج برمیگشت به حضرت جبرئیل علیه السلام فرمود: آیا حاجت داری؟ حضرت جبرئیل علیه السلام عرض کرد: خواستم این است که از طرف خدا و من به خدیجه سلام رسانی. بعد از اینکه حضرت خدیجه مادرمان از مقامات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با خبر شد و کرامات ایشان را دید، با آن حضرت ازدواج کرد. از سوی دیگر حضرت خدیجه مادرمان با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیوند خویشاوندی داشت و نسب هر دو در پدر بزرگشان قصی به هم می رسید. حضرت خدیجه به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهاد ازدواج داد و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با موافقت امکهایش این پیشنهاد را پذیرفت و در یک جمع خانوادگی این ازدواج صورت گرفت. حضرت خدیجه نه تنها همسری مهربان، فداکار و دلسوز برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، بلکه پشتیبان صدیق و صمیمی برای اسلام و سبب دلگرمی و آرامش خاطر رسول خدا در برابر فشارهای اهل قریش بود. حضرت خدیجه اولین زنی بود که دین اسلام را پذیرفت. او اولین زنی بود که نماز خواند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: برترین زنان اهل بهشت خدیجه دختر حویلید و فاطمه دختر محمد و مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون می باشند. پیامبر اسلام تا آخر عمر خاطره خدیجه را گرامی می داشت و پیشگامی او در اسلام و رنجها و زحمتهایش را در این راه فراموش نمی کرد. او روزی به یکی از همسران خود فرمود: خداوند همسر بهتر از خدیجه نصیب من نکرده است. وقتی که همه کافر بودند او به من ایمان آورد و وقتی که مردم مرا انکار میکردند او تصدیق میکرد و وقتی که دیگران مرا محروم ساختند او دارایی خود را برای من خرج کرد و خداوند فرزندهایم را تنها از او برایم روزی کرد. حضرت خدیجه مادرمان 3 سال قبل از هجرت و در ماه رمضان سال 10 بعثت، اندکی پس از بیرون آمدن از شیب ابو طالب، این دنیا را پدرود گفت و او را در کوهی که در بالای مکه قرار داشت به خاک سپاریدند. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جنازه او را خواند و خود او را در قبر گذاشت. حضرت خدیجه مادر مؤمنین و حضرت ابو طالب عموی پیامبر هر دو در همان سال وفات کردند. آن سال برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یکی از سالهای سخت‌ترین حیاتشان بود و آن سال را عام الحزن یعنی سال ماتم و اندوه نامید. خداوند زندگی مثل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مادر مؤمنین خدیجه کبرا را برای همه ما و شما نصیب گرداند. آمین.
و هجری بایه تو را با خواهش خودت دوزیدن گوی؟ اینن مراد پدر و مادری سنه مرا دوز داشتن مرا خوب مهمانداری میکنن در بالای سرشان میگردانم باور کن چیزی که گویم اجرا میکنن خدا به همه چونین خسور و خوشدامن داشتن را نصیب کند انشاءالله ای میدونه چیکار کرده ما همراهی پدرم تو خنبریان پختیم اگر همین پدر و مادری خودم را راضی کنم همش خوب میشود دیگر از هر دوی شما بسیار خرسند شدم تشکر زیاد زینب جان خیر بر شما هم خوشبختی نصیب کند این گپ از کجا بر اومد؟ تمامی مردم محله درباره این گپ میزنند کمیسر مراد تو را از دست اژدها رو خلاص کرده است قهرمانی تو شده است کوخیر ولی اون کار این خیل نشده است کوخیر حتی تا حال کمیسر مراد تو را از دوست داشته اژدها رو آتش محافظت کرده استاد است 24 ساعت از نزد جدا نمیشده است این را شنیده بسیار خرسند شدم بسیار شیرین هستنم خیل نه؟ ماشالله هجری با سرم یک فکر آمد من میگویم که شاید تو یمون را یک جای کنیم چی میگویی؟ او میکنیم ایده چی من اگر تو خواهی میکنیم البته اما اول از خودشان پرسیدن لازم اینها میخواهند نمیخواهند ها این خیلی میگویی ها البته میپرسیم مراد زینب شما زن و شوهر شدن میخواهید همی خیلی؟ نه ماشالله میفورشان نیکی کم تریزو میکشن مثل خودمونه؟ اینان مراد زینب رو خوب محافظت کن اگر اژدهار مراد دوز داشتش آتش به سرش بلا می شود با اذن خدا همش رو از سرمون دور میکنیم هجری پروا نکن انشالله هجری مثل حکایه عشقی ما می نمانم خیلی ببین آخر بسیار شیرین هستند با من بسیار محقول شدند کنی تو بخیز مادر در اون یک صحبت کنیم صحبت میکنیم با اجازت شما مالش زینب کنی گذر سنم میخوای که زینب هم مراد رو دوز داد بسیار خوب میشود بخدا مادر جان او سبشی گذشته نمیشود پدر جان بیا دستم چکنم دست من خب پدر او چه چخیل استید انشال خوب استید خوب نیستم چی میپرسی؟ آخر پدرم هستید برای همین پرسیدم تا وقتی که در خانه او باید ما اتایت نیستم آقای سعدی بچه بیچارم پوست بالای استخوان شده ای افتش اوچه دخته بچه مرا هیچ چی نمیتن مادر جان این خیلی میشود مگر ما هجری را بسیار خوب مهمان داری میکنیم چی گفتی؟ تو مرا مادر جان گفتی؟ با فکرم همی خیلی گفتم آخر از دهانم همی خیلی برامد تو خالای مرا چخل مادر جان میگوی میپرونم تو را میمون التیموس این کارو نکن نیو چه جان پروا نکنه در خونه سنه مرا خوب نگاه بین میکنم من را خوش نکن رنگ روی بچمون زب زرد چی دست سادی خیر چکار کن مایی بیمه چی دخترم بنافشا ای بی تونچه را بگی با هجری بته در درونش موهی بریو دم لما شوربا بنانی جواری مکا بچم بخرا نخورد آخیر بیفرما اکا رحمت بنفشا جان یو بسم الله هجری باز دست نزنی فراموش کردی پرهیز داریم پرهیز رو رعایت میکنیم نخور سنم اوچم پخته است بسیار فایده آور است اوچا جان باور کنم قدوستید میدارم که بچم تو کی به خانه میای آخی نمیبینی اوچه تا بسیار زیق کردی زیق نشوید اوچه جان فکر میکنید من زیق نمیشوم دلم نمیسوزد مگر اگر اجازه دهید با سنم خانه دار شوم همین روز به خانه برمیگردم ای کار نمیشیدگی ای ما او بهانه را کلی نمیکنم نیای خانه من نیای نمیشوم سعدی بیز هجری تو رو در حقیقت جادو کردن میدونی با من خاندار میشوی تو با من با این میمون خاندار نمیشوی با من تو
تو چی گفته استاده ها؟ لقی این آدم از من است، فهمیدی؟ از او دور میشوی. هجری از من است، از من، از من است، از من است. این چی میگویم من؟ از من من گفته با این دیونه مانند شده می؟ این رو بیننده چی گفته استاده من؟ آخر از من گفتم چی گفتم؟ پدر و چه؟ خواتیر نشوید، من در خونه خوش دومنه میشوم. روزتون بخیر. خیالا حالا کارم با شما تمام نشده است، روزتون رو نشان میدیم. این کار رو تنها تو میکنی، از پشتی تو شده همه محله فکر میکند که ما خونه دار میشویم. بگذار فکر کردن گیرند، آنها فکر کنند که ما خونه دار میشویم، باید ما هم خونه دار شویم. اگر من نو فهمیدم، با فکرم تو با من خونه دار شدن میخواهی ولی بهانه میکاوی. چی؟ قیچی؟ چی گفته استاده تو ها؟ چیزی که شنیدی؟ 24 ساعت تو از پسی من هستی، بس با این محافظت ما رو فریب کردن نمیتوانی. یعنی تو با من عاشق هستی، این رو قبول کن. چی؟ شما رو بسیار خوب میفهمم، البته جاذبه مرا طاقت نکردید و با شما بی‌اعتنایی که کردم مرا خواستید کشید. این خیلش را باز نو دیدم. بسیار وقت دخترها برای من بیمار می شوند، وقتی که بی‌اعتنایی کنم دیوانه می شوند. ابله. دلی شما را شکستن نمی خواهم، ولی نسبت شما یگان حسیاتی ندارم خانم. مرا خطا نفهمید، دختر زیبا هستید، ولی خواست من نیستید شیرینم. با شما امید داده باشم که یک جا می شویم، به یاد ندارم، می بخشید، ولی به حسیات شما جواب داده نمی توانم. کاش به خانم نمی در آمدید و پیش از آن با من صحبت می کردید. حاضر چه خیلی که می بینید افسانه زبان مردم شده ایم. هر کس فکر می کند که من نسبت شما علاقه دارم که هرگز این چیز را قبول نمی کنم. از پشت شما شده در غیبت تمام محله افتادن هرگز نمی خواهم. با این شرمندگی اجازت نمی دهم. حاضر به همه می گویی که تو به من عاشق هستی و من در بین همه به تو اعتبار نمی دهم. نمی خواهم که بخت من پوشیده شود. گوش کن کمیسر مراد، اگر تو رو امیدوار کرده باشم که به یادم نیست، معذرت می خواهم. به ایسیات تو جواب دادنم غیر امکان است، چون که با من موافق نیستی. یعنی کاش پش از اونه که عاشق شوی با من صحبت می کردی. حاضر به نزدی مردمی محله برامده میگوی که من به این دختر عاشق هستم، ولی این دختر به من ذره اهمیت نمیدید. یعنی نمیخوام که بختت بسته شود. تو چی سفسطا گفته استادایی؟ توبه کردم. دوگانه اینها به نزدی که خونه دار میشود. کمیسر مراد از این دختر دور نمیشده است، با بهانه محافظی به حجره خوابش هم میدر آمده است. پس عاشق شده است. بگو زینبم به خونه کمیسر در آمده بود که اینها چیکار میکنند؟ شرم و حیا ندارند. توبه کردم. در حال باید اینها را خونه دار کنند. از برای خدا عیب است آخر، غیبت گناهی بزرگ است. رسما ما را خونه دار کردند، باید زود کاری کنم. جنابی زوباید، زینبی جون در اگه جایی میگم که سخت خواتیرم کردی. این شب با بیرون میبرویم. چی گفتی؟ چی گفتی؟ یعنی با یک کلوبی شبو نمیرویم، تا صبح خوشحالی میکنیم. کمی سرم رو روم کنم، میدونید که در وقت آخر بسیار رو سارو پستر کردم. گب نیست، چی خیلی که بفرد خانم زینب. یک لحظه تلفن رو با من ده کنی. زوباید من هم میایم. بله من هم میایم. مراد تو کجا میای؟ نفهمیدم. و همکار وظیفه هم است آخر. مراد محافظت کردن وظیفه من هم است، تو جاده باشی، فهمیدی؟ نه من محافظت میکنم، تو پروا نکن، من محافظ هستم. خیر تلفنت رو خاموش میکنم. خیر و من ده جناب زوباید شما میخوریم. تمام خانم زینب تو بخوری. گوش کن، باز با اون کلوبی شبانه تنها نروی. آخر تو کی رو میابی که با خود بری؟ من به تو نشان میدهم. بهترین سلسله فیلم های ترکی، هدایت
عشق و نفرت. زخم دل، و مانند اینها را اینچنین ویدیوهای جالب را با صفت بلند می توانید از یوتیوب کانال شاهناز مدیا تماشا نمایید. با کانال شاهناز مدیا آبونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید. خیلی وقت شده است که در یکون طرف خونه خوراک نخورده ایم. تشکر پدر جان. هجری هم همینجاست. بسیار خوشحال هستم آخر. اگر تو خوشحال باشی ما هم خوشحالیم دخترم. همین که نه زنک جان؟ از کجا این خوراکشون برامد نفهمیدم. با خدا راست میگوید مادر جان. یعنی یکدان پر از خوراکه بود. من خوراک رو آماده میکردم اسراف شد. این خیلی باشد تو برای خودت کرده میخوردی پسرم. وضعیتی بچه من چی می شود آقای سعدی؟ باید جادویی که ای بهنر بچه ما را کرده است ویران کنیم. آخی آسیه جادو مادو نیست. ای بچه ناخلافت با خواهیش خودش رفت کو؟ ای خیل نگو آقای سعدی. ای بس که آسیه در 40 سال یک بار خروخری برامدیم زهری تنمون نکو؟ نیست فرمایش داده بودیم. خوب شد از جناب قادر. آی اولادی ما هم اومد کو؟ بعد چی کار کنم؟ سلام علیکم. علیکم سلام پدر. خوش آمدیتان جناب سعدی. ما هم یک میز فرمایش داده بودیم. خب جناب حاضر میبینم. بچه مو در همه جا بود از کو؟ سازی چه؟ دیگه یکان جای خوب نبود که ایجا آوردی من دخترم؟ پدر من از کجا میدونیستم که اونها هم اینجا میوین؟ قادر اینها اینجا چیکار میکنند؟ بخدا که نمیدونم زنک جان. جنابان بسیار یک خطای کلانی کردیم، بخشش میپرسیم. دویله رو در یک میز فرمایش دادن متاسفانه. این خیلی باشد ما در یک میز دیگر میشینیم. متاسفانه نمیشود چون که دیگر میزهایم بند هستند. تو چی پت پت کردیستی دودن؟ باز ما با یکان مکان دیگر میرویم. رفتیم. نه خدا نشان ندید آنها روان ما کجا میرویم؟ واسه بیا میریم. نه آقای سعدی من هیچ کجا نمیرم. و بروان جامونه یاد نمیتیم. معلوم است که شما یک دیگر رو میشناسید. اگر خواهید با یک میز همتون روشنونم میشود. چی یعنی ما با اونها در یک میز چی نمیگویی؟ بیا رفتیم زنه جون. نه قادر جان این خیلی نمیشود. آخر من میزم اون رو نمیدیم. اصلا در یک میز ما با شما ششنی نیسته میردانین. رفتیم آسیه. نه آقای سعدی من هیچ کجا نمیرم. ما امشب در همی جا خود میخریم. هجری مانه با او دادم نکی جامه نمیتم. وای خاله جون این چهل گپ است. هجری رو به هیچ کس نمیدید فهمیدید؟ این که باشد لباسیتون رو با پیش خدمت دید بدرون میداراییم. رفتیم. بچم اوقاتی که دین داد بدمت خوردی؟ خوردم اوچه زیبایم. بسیار خوب و دستانتان درد نکند. اوچه سنم هم خوراک شما رو خورد معقولش شد باور کن. بله بسیار بامزه بود. دستانتان درد نکند مادر جان. دخترم تو این زن رو مادر جان میگویی؟ حسیه جان یا گوشوی ما وزمین شدن نادرست فهمیدم یا که در حقیقت همی دختر ترا مادر جان است. همه خیلی گفت موهای رستی من نفهمیدم. من فهمیدم. آهسته آهسته میخواد دل خالم رو یابد. فریب کردن نمیتونی میمون. هجری رو با تو اصلا نمیدیم. توبه استغفر الله تو. خیر اوچه جان چه خیل هستی؟ پدر جان شما چه خیل هستی؟ چه خیل میفارد بدبخت؟ رنگی مویه غمناکیم. با شغم نکردم میپرسیم. خواهرم تو چه خیل هستی؟ با فکر چه خیل شده میتوانم؟ معلوم که تو هم غمگینی زنک جان. مثل هر وقتا باز هم زیبا هستی. مثل ستاره ای که در آسمان می درخشد.
بسیار شیرین هستی قادر جان، مرا شرمنده میکنی. آسیا جانم، تو چه خیل زنک خشرویی، تو رنگی مویچه تلویی، دایرای روانی، همچمیانی، هم قدوست. ندارم کی، نمیدانم چی کارت کنم. آقای سعدی، تو هم بسیار خشرو هستی، کپیتن خشروی بحر سیاه هستی. حلالت بود خاله جان، با تو نیزه با قادر جان. آی چه خیل جنتلمن هستی، چه خیل اولی هستی، یعنی برای این خروک زیبا آوردنت بسیار می ندارم. خواهش میکنم زنک جان، این زیباگی تو هست. مردک جان، درو قاشای سیاد مرا بکشه، تو بهترین رمستی که دنیا هستی. همین خیلی نکی، همین خشروگی تو هست که من هستم. همین رمستی کش چی می شود؟ من مرحمت مهمونان، فرمایش کنید. من اول خوریشی و کمی میگیرم، بعدن سوشی کراشه. آقای سعدی چی میگه؟ سوشی ای مایی نیپختای خیتایی های وی مایی خیتایی میخوردستانه بچم. ماهی بریانی شف دارن؟ ماهی چی گفتید خانم؟ موسیه تو چی گفتی سای؟ ماهی شف های شف. این خیلی خوراک ندارم خانم. این خیلی باشه خروتا و گوشت ماهی قطی، روغن زغیر قطی، انا سالات سوزگیرم فراموش نکن. بچم لیکن ماهی راست باشه، راست یعنی رنگی مرده تافرده نه، رنگی زنده راست، یعنی مرده نه زنده راست. فهمیدم. زنه جان برای تو می نوازد. آی تشکر جانم. آی پدر جان تو بسیار رومانتیک هستی، مادر جان تو بسیار خوشتوله بوده. همین خیلم جانم، یک لطف نمی کنی بیا برقصی؟ البته. سلامی ترکیه، اگر با هجری بیرخصی تو رو میپرانم. آقای سعدی بین مردم برای زناشون چکار میکنم، تو همه خیل باشی، ما هم باید رقص کنیم، یکان کار بکن. آسیه تو پروانه کن، ما امشب رقصی بهتری میکنیم. همه خیل خوبی ها؟ خوب باشم جزمیش بگی؟ هجری جان چرا نگاه داری؟ کنی بیا ما هم بیرخسیم. بیا کنی ببینم. میرخسیم ماهی شف خوب بود از گو. قادر جان
همراه من به دستشویی می روی عزیزم؟ البته جانم. آقای سعدی تو قطعی ما حجت خونه نمی روی؟ خودت بودم؟ حجت خونه همونجه؟ حاضر یکان گپی خوبت میگون خو حاضر حجت خونه رفتیم بانسیه ای خیل بگو هیچ جگر من خوردی ده اخ خیلی محلوش بخیر رفتی هجری جان همراهی من به دستشویی می رویم جانم مایلش جانم اینجا مثل شاهان خوراک خورده استاده ایم کنی بجاتون شنید مرا بسیار عصبانی نکنید خیلی بشین تو بکردم خوبانی جانم خیر تو بیرو نه آخر لازم نیست نمی روم هیچی کارای آخی نستیم همیجا منتظر شده زنکا اوجا وای کردیستن ما باشیم چم با همی کارا درستای ما خدا یک چیز رو گویم اگر ما رو نفر بینات انیق شرمنده می شویم رنگ و باری آنها تمام نمی شود بسیار درست می گوی دخترم همه سمکچه سرخی و سفیده تا بته مرحمت گیره رحمت ایچ خیلی کشوده می شود اصل و بچه مرا داماد کرده نمیتونی زنی ستنگچه گویو ما پسرت رو بسیار میخواهیم برادر اگر میدونیستیم که یک منتظر میشیم بهترش نرد میزدیم بیا بازی کنیم کنی میتونی کمی میتوانم این بازی نرده اصلا ما اختیار کردگیم اینه کتاب تو رو در کدوم کتاب خانم میپروشن تو چی با بچه مرا نمیتی ما دعوه نکردیم خدا شما شما بچه مرا جادو کردگیم باز چکل جاده آخر پت پت نکن بچه ما بته نمیدیم بیا بگیر خودت میگیرم اش با من بیده جانم سمکم اته رفتیم قدر جان رفتیم سنم باید گر میزنیم مرحمت جناب کم عدتت بینم رها کن ما عدت میگو رها کن رها کن رها بچم رو با ما بده ما عدت میگویم عدت میگویم بنی تا هر کردن نخلان ما خدم همه شحل میکنم آه تو چه خیلی ایسوف کده ایجا بسیاری بد ایسوف کده مردک با این پول دزن میگیره تو چکر کردیست شد من حال میکنم ای خیل نمیشه ما کشتی ما میفروشم و پولشو میسپارم آی میشود آخر هرگز نمیشود نمیگذارم که کشتیت را فروشی من میدیم نمیشود من نمیمونم که تو پولشا بسپاری من مودم که تو پولشا میسپاری اینجا رئیس کلان هست مگر من میگذارم که پرو تو دیهی هرگز نمیگذارم رئیسی در جای خودت رئیسی اینجا من رئیسم خودیر لطفا تو پولش رو سپار نه ستنگچه ما میسپاریم ما میسپاریم گفتم که آخر پدر ای عیب است همه با ما نگاه دارن شرمنده شدیم گناه هست من پولشو میدیم ابله نابکار زنش تب بگیم من اسپارم گفتم من اسپارم سر بابا یورکا نمیگذارم که هر دوی شما پول رو سپارید من اسپارم من پرداخت میکنم پولشو من اتان هرگز نمیخواییم نمیخواییم بخواین نخواین من اسپارم پاک دیگه سایی مرا بایی رو تنید